اینی که حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که شاد شدن زیاد، که آدم خیلی شاد بشه که شادی وجودش رو پر بکنه، یا غمگین شدن بسیار فعل کودکان هست، برای که همه اینها خواهد گذشت. اگه با معرفت واقعی کسی نگاه بکنه ببینه اینها در واقع کفهایی است که خواهند رفت. وقتی که به اون معنا نگاه بکنه، الهی حبلی کمال انقطاع الیک، خداوند را بریدن از همه چیز و همه کس را به من عطا فرما، خود اون آرامش ایجاد خواهد کرد. اگر شد در را خواهید زد، نشد مشکل نخواهد بود، چون استراب ها زیرش کنترله. مولوی داستان رو مثلا میکنه از کسی که میره پیش حضرت موسی میگه به من زبان حیوانات رو بگو، ایشون میگه شما نمیخواد زبان حیوانات یاد بگیر، اصرار ابرام میکنه زبان حیوانات یاد میگیره، مرغ و خروس رو میره اول صبح جلو خودش میگذاره، زبان رو یاد گرفته بوده دیگه. مرغ میگه امروز اسب خواجه خواهد مرد، مرغ میخواد چیزی رو برداره، خروس برمیداره میگه نوبت من بود، میگه نگران نباش امروز اسب خواجه خواهد مرد، زود میره اسب رو میفروشه. فردا باز میاد میگه که امروز گاو خواجه خواهد مرد، باز میره گاو رو میفروشه، پس فردا گوسفند خواجه، همینجوری به خیال خودش سود میکرده، تا یه روز که میگه نگران نباش امروز خود خواجه خواهد مرد. به نظر خودش سود میکرده، که بعد که میره حضرت موسی میگه نگفتم باید ظرفیتشون داشته باشی؟ انسانهایی که در مرحله های بالای عرفان قرار گرفتند، میتونستن طیر الارض بکنن، کیمیا میدونستن و ظرفیتش هم داشتن دیگه، اینجور نبوده که بدون ظرفیت به اونها برسن، که ظرفیت وجودی را گسترده کردن باعث میشه که انسان بتونه در برابر موقعیت ها و زمینه های مختلف از خودش صدر بالا نشون بده. فشارهایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها اومده میتونه الگو باشه برای همه انسانهایی که در سختی ها میتونن الهام بگیرن و از این الهام ها در مدیریت ها استفاده بکنن. چطور میشود از عشق یک جانبه ای که وجود شخص را فرا گرفته رهایی یافت؟ اگر یک جانبه است و اونوری نیست، یعنی ریسیپروکال، نه معنی ریسیپروکال که در واقع متقابل به معنای که شما از آن جهت که او شما را دوست دارد شما هم او را دوست دارید، نه به این معنا که دو طرفه نیست، بایلرال نیست، آرزوی خوبی رو میتونید برای اون داشته باشید. مگه شما چون میتونید همه آدمهایی رو که دوست دارید پیوند ازدواج با اونها داشته باشید؟ که امکان نداره. که دوست داشتن در معنای انسانی خود تو این همه دعاها که به اصطلاح انجام میشه، یکی نکته مهم اینه که شما در حوزه نیایش و دعا، دعای برای دیگران خودش یک نوع دوست داشتنه دیگه، که باعث که دعای خودتون هم زودتر به اصطلاح مستجاب بشه. اگر واقعا پاسخ مثبتی از اون جهت نیست و این دوست داشتن یک طرف است، با تحلیل شناختی این قضیه ما میتونیم آرامش به خودمون رو بدیم. اگر نرفتید بیان بکنید، برید بیان بکنید، شاید ایشون هم همون نظر را داشته باشه. گفتن چطور میتوانیم برخلاف مسیری که طی میکنیم در راه معصیت از خدا عاشق خداوند شیم، در حالی که اصلا در خودمان این پتانسیل رو نمیبینیم؟ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه میفرمایند که اگر کسی یک سال از عمرش مونده باشه میتونه توبه بکنه، بعد میگن یک ماه، بعد یک روز و یک لحظه. راه برای همه باز هست، پتانسیل برای همه انسان ها وجود داره، هیچ انسانی بدون پتانسیل نیست. ناامیدی بالاترین مانع رشد هست. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. هم که ناامیدی انسان رو میگیره، یعنی درها بسته شده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، باز کننده درهای رحمته. امام رضا علیه السلام میفرمایند که صلوات یهدم الذنوب هدما، تمام گناه ها رو از بین میبره. صلوات باعث چه ذات گناه از بین بره. تا
انسان این راه را بتونه درک بکنه، خودش باعث رحمت بسیار خواهد بود. نومید مباش که رندان باد نوش از یک نگاه گرم به مقصد رسیدن. یه نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها کافی هستش که این پتانسیلی که شما فکر کنید نیست در شما به وجود بیاد. من ظاهرا انسان مغرور و جدی هستم، اما بسیار احساس و روحیه لطیفی دارم و به کسی علاقمند هستم، اما نمیدانم چگونه ابراز کنم و بیشتر از این رنج و زجر نکشم. هر تصمیمی ریسک داره. اولین گام اینه که ما بتونیم از، چون عشق در واقع گسستن از خود هست. انسان‌هایی که عاشق میشن، چه در عشق‌های کوچک چه در عشق‌های عمیق و در عشق‌های متعالی، دارن در واقع پا روی خودشون میگذارن. به هر میزان که انانیت رو ما کنار بگذاریم میتونیم بهتر تجربه کنیم. بنابراین امام سجاد علیه السلام در خیلی از سفرهای مکه بدون اینکه کسی بشناسدشون ایشون همراه میشدن، چون این یک تعلیمی است برای همه انسان‌ها که میتونه برای ما الهام بخش باشه. خودخواهی، گذشتن از خود ضد خودخواهی هست. این میتونه زمینه عشق رو فراهم بکنه. شما اگه همچین چیزی به اصطلاح در مورد شما هست، آگاهانه برید اقدام بکنید، محبتتون را در کانال‌های شرعی و درست ابراز بکنید و انشاءالله راه باز خواهد شد. میخواهم بدانم اگر کسی عاشق کسی شود که رسیدن به او غیر ممکن باشد، آیا عشق به او اشتباه است؟ آیا اون احساس عشق نیست؟ زبان عشق با زبان منطق کاملا متفاوته و یکی از بحث‌های مهم عشق هم همینه دیگه، که درس عشق در دفتر نباشد. شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو عقی خان معانی دانست. ای که در دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق نتانی دان. حافظ به ابن سینا میگه شرح مجموعه گل اشاره به خداوند داره، میگه مجموعه گل را با گفتن و با حفظ کردن و برهان صدیقین رو بلد بودن نیست. مرغ سحر اشاره میکنه به والمستغفرین و بالاسحار، انسانهایی که نماز شب میخونن، شب در نیمه های شب کندن از روزمرگی ها را تجربه میکنن، اونا میتونن بفهمن. بنابراین understanding، فهم، understanding غیر از knowing هست. ممکنه آدم راجع به عشق مقاله بنویسه اما نفهمه. تشنگی رو شما ممکنه بتونید خیلی خوب درس بدید، اما زمانی که توی ماه رمضان 12 ساعت تشنه شدید میتونید تشنگی را بفهمید. توحید را انسان ممکنه بتونه بنویسه، توضیح هم بده، اما وقتی عاشقانه زیارت عاشورا خوندید و در شیدائی خود درک کردید، اون میتونه اتفاق بیفته. چرا پسری که با قصد ازدواج جلو میآید اما بعد از چند ماه پشیمون میشود و عشق و علاقهی که ازش حرف میزد تبدیل به نفرت میشه؟ اینا باید کیس بای کیس بررسی بشه که آیا این نفرتی که دارم میگم راجع به اون پسر هست یا راجع به اون خانوم هست. این نفرت آیا، گاهی وقتا بعضی نفرت هاست که معناش دوست داشتنه. از لحاظ روانشناسی یه مکانیسم دفاعی هست، یه کسی میگه از یه چیزی متنفرم اما منظورش اینه که دوست دارم از اون. گاهی وقتا عواملی هست که این عوامل میتونه در فرایند ارتباطی نقش منفی ایجاد بکنه. اینکه پیامبر میگن همدیگر تحقیر نکنید، چون تحقیر نفرت ایجاد خواهد کرد. از وقتی که فهمیدم یک نفر را دوست دارم، حتی نمیتوانم دیگر به او نگاه کنم. چه کار کنم؟ شما محبتتون رو رو کاغذ روزی 10 دقیقه الی 1 رو بهشون بنویسید، بعضی که نوشتید پاره کنید برید دور. تو هاروارد این تست شد، در استنفورد هم انجام شده. استراب ها، نگرانی ها وقتی رو کاغذ بیان نوشته بشن بریزن دور، به انسان پالایش میدن. رو اعتماد به نفسشون بعدشون کار بکنن که بتونن
در واقع با اعتماد بیشتر برخورد بکنن. بین غمز و قذ هم فرق هست. از نظر فقهی دوستان که تشریف دارن میدونن که از نظر نگاه کردن من منظورم اشتباه بیان و درک نشه که آثار متأخرش خلاصه مشکل آفرین نباشه. دلیل این که عشقها بعد از ازدواج کمرنگ میشود چیست و اون علاقه اولیه رو ندارن؟ بررسی هایی که انجام شده نشون میده که چند تا عامل وجود داره که این کارو میکنه. یکی از اون مهمترین عوامل اینه که افراد به موضوعاتی بها میدند که موضوع اصلی ارتباطی خودشون رو مارجینالایز میکنه، به حاشیه قرار میده. یعنی راجع به گچکاری، راجع به پنچری ماشین، راجع به جاروبرقی که خراب شده، راجع به نمیدونم لباس بچه ها، مکالمات اونقدر گسترده میشه که در مورد خودشون دیگه اون محبت ها اتفاق. برای همین توصیه میشه به همه همسران که حتما در هفته، در روز، تو روایت ما هم هست که حتما محبتتون رو چند بار بیان بکنید به همسرتون. تازه نگاه داشتن رابطه مثل آب دادن به گلهایی هست که این از خشکی و پژمردگی جلو میکنه. چون فرض مسلم میگیرن، میگن دیگه ازدواج کردیم دیگه، که دیگه هست. این باعث میشه که اون توجه رو نداشته باشن. اگر توجه بدید که همونطوری که شما باید این گلدان رو هر روز آب بدید، باید این تراوت رو ایجاد بکنید. ایجاد کردن این تراوت فوق العاده تأثیر میذاره. عواملی که مانع این قضیه میشه اینه که تحقیر، خرد کردن هم دیگه این تراوت رو از بین خواهد برد. حتی به روزی میرسه که زو افرا همسرانی که یک روزی خاطرات گذشته رو با خوبی یاد میکردن، تو کیسه هست دیگه، همین ها وقتی خاطرات گذشته رو یادشون میاد الان با بدی به یاد میارن، میگن یادت اونجا که روز اول عقد اینجوری کردی اون اتفاق افتاد. همون خاطرات مثبت دیستورت میشه، تحریف میشه، چون تازگی کنار رفته. ایجاد یک رابطه مهم نیست، حفظ رابطه مهمه و حفظ رابطه باید با تراوت همراه باشه. این که در روایات ما هست امروز باید از دیروز بهتر باشه، آثار کاربردیش تو روانشناسی عشق اینه که انسان باید این باغ وجود را دائم بتونه با تراوت و تازگی همراه داشته باشه، دائم نکته سنجی داشته باشه، بتونه تو این زمینه ابتکار عمل را به وجود بیاره. احترام از همین به وجود میاد که یکی از سوال ها مربوط میشه به اصطلاح این مسئله. گفتن علت این که وقتی چند بار نگاهت اشتباهی به پسری میخورد و توهم میزنه که عاشقش شدی، و ادا در میارند برای آدم و ازشون متنفرم، آخرش هم نوشتم. خب خیلی از این سوالات البته پالایش هیجانی هست که در اصل از این فرصت دوستان استفاده کرد. بعد این سوال مشترکی که قبلا من تکرار کردم دیگه، دوباره چون تکراری هست سوال ها دیگه خونده نخواهد شد. گفتن که چگونه توضیح دهید که چگونه احساس های بدی رو که از طرف مقابل داریم برطرف کنیم. ما باید ببینیم که در هر رابطه به دنبال چی هستیم. بین ضروری، مطلوب، مهم و دور انداختنی به اصطلاح تفکیک قائل.